درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه از مهمترین خبرها. شماری از رهبران کشورهای جهان و مقامات بلندپایه آمریکایی به کنارگیری جو بایدن از ادامه حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان دادند. سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران در مجلس در مورد تحریمی‌ها واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است. محمد حبیبی فعال صنفی معلمان تهران به 6 ماه حبس محکوم شد. جاوید رحمان خواستار تحقیقات درباره نسل کشی و جنایت علیه بشریت در دهه 60 در ایران شد. آبرام پیلی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگر به شهروندان آمریکایی هشدار داد که از سفر به ایران خودداری کنند. اسرائیل مرگ 2 گروگان در اسارت حماس را تایید کرد و سعید راد بازیگر سرشناس در سن 79 سالگی درگذشت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 22 جولای 2024 میلادی برابر است با اول مرداد سال 1403 خورشیدی. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه 31 تیر ماه در واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خروج از رقابت انتخابات سال 2024 و حمایت از نامزدی او برای شرکت در این رقابت گفت افتخار می‌کند که تایید رئیس جمهوری را دارد. خانم هریس در ادامه بیانیه خود اضافه کرد که جو بایدن با این از خودگذشتگی و اقدام میهن‌پرستانه همان کاری را انجام داد که در طول عمر خدمت خود انجام داده است. مردم آمریکا و کشور ما را مقدم بر هر چیز دیگری قرار می‌دهد. او با بیان اینکه قصدش کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات و پیروزی در آن است، گفت هر کاری بتوانم برای شکست دادن دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان و پروژه 2025 او که هریس آن را افراطی خوانده است، انجام می‌دهد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سال 2024 آمریکا در واکنش به کنارگیری جو بایدن گفت بایدن از ابتدا نباید نامزد انتخابات می‌شد. به روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه NBC جو بایدن را بدترین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده دانست و مدعی شد که سیاست‌های بایدن به آمریکا صدمه زده است. ترامپ به شبکه CNN هم در همین ارتباط گفت که پیروزی بر کامالا هریس در صورت معرفی او به عنوان نامزد حزب دموکرات آسان‌تر خواهد بود. نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات هم در واکنش به کنارگیری جو بایدن از رقابت انتخاباتی گفت بایدن یک آمریکایی میهن‌پرست است که همیشه کشور را در اولویت قرار داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا در بیانیه بایدن را یکی از اثرگذارترین رؤسای جمهوری آمریکا خواند و گفت امروز به ما یادآوری شد که او یکی از استثنایی ترین وطن پرستان است. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا از حزب دموکرات و همسرش هیلاری کلینتون هم ضمن قدردانی از زحمات بایدن از کامالا هریس به عنوان گزینه جایگزین حمایت کردند. از سوی دیگر شماری از رهبران کشورهای جهان به انصراف جو بایدن از ادامه حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان دادند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا، اولاف شولتز صدراعظم آلمان، سیمون هریس نخست وزیر ایرلند، اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا دستاوردهای بایدن برای آمریکا، اروپا و جهان را تحسین کرده و تصمیم او را ناشی از وطن‌دوستی وی دانستند. در آن سو اما واکنش‌ها از سوی روسیه متفاوت بوده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به یک خبرگزاری روسی گفت که مسکو از نزدیک تحولات بعد از تصمیم جو بایدن برای پایان دادن به رقابت‌های انتخاباتی خود را زیر نظر دارد، اما هنوز 4 ماه
تا انتخابات باقی مانده و این یک دوره زمانی طولانی است که در آن خیلی چیزها میتواند تغییر کند. ما باید صبور باشیم و آنچه را که اتفاق میافتد به دقت رصد کنیم. ماریا زاخاروبا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هم در واکنش به کنارگیری جو بایدن مدعی شد که باید در مورد تبانی رسانه‌ها و محافل سیاسی آمریکا تحقیق شود که چرا حقیقت را در مورد وضعیت روحی بایدن پنهان و با افکار عمومی بازی کردند. رئیس مجلس عوام روسیه هم گفت که رئیس جمهوری ایالات متحده باید در قبال درگیری در اوکراین و آسیب‌هایی که به اقتصاد اروپا و روسیه وارد کرده پاسخگو باشد. بایدن مشکلاتی را در سراسر جهان و در کشور خودش ایجاد کرده و حالا که می‌بیند انتخاب نمی‌شود، بدون اینکه منتظر انتخابات بماند فرار می‌کند. ایلان ماسک در واکنش به کنارگیری بایدن در توییتی نوشت: قدرت‌های واقعی که پشت صحنه‌اند مترسک پیر را کنار می‌گذارند تا مترسک جدید بیاورند که احتمال بیشتری برای فریب دادن مردم داشته باشد. آنها از ترامپ می‌ترسند چون او عروسک خیمه شب‌بازی نیست. سخنان روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران، در مجلس در مورد تحریمی‌ها و کنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. پزشکیان در نطق کوتاهی در مجلس گفت: امیدوارم خداوند ما را شرمنده این مردم عزیزی نکند که علی‌رغم تبلیغاتی که برای نیامدن پای صندوق‌ها می‌کردند، آمدند و مشت محکمی بر دهان آدم‌هایی زدند که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ می‌کردند. این گفته پزشکیان با واکنش‌های عمدتاً منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و حتی شماری از حامیان و افرادی که در انتخابات به او رأی داده بودند، خواهان عذرخواهی او شدند. کیوان صمیمی، فعال سیاسی منتقد حکومت که در دور دوم انتخابات اخیر از رأی دادن به مسعود پزشکیان حمایت کرده بود، در کانال تلگرام خود نوشت: چیزهایی که پیش از انتخابات میشنیدم با بعضی از چیزهایی که حالا میشنوم فرق دارد. پزشکیان با خشونت مخالف بود و حتی در خیزش زن زندگی آزادی خشونت ورزی علیه مردم را شجاعانه زیر سوال برد. امروز اما در مجلس شورا از ادبیات خشونت آمیز و عبارت مشت محکم بر دهان استفاده کرد. لازم است که فوری از مخالفان رأی دادن عذرخواهی کند و حق اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد. احسان بوداغی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های رسانه‌ای حامی پزشکیان، هم در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: من نه تنها با رأی دادن دنبال مشت زدن به دهان کسانی که رأی ندادن نبودم، بلکه اتفاقا بخش زیادی از استدلال‌های آنها را منطقی و صحیح می‌دانستم. مهمترین وظیفه دولت را هم به رسمیت شناختن حقوق و مطالبات و شنیدن صدای این بخش جامعه می دانم. آقای پزشکیان، اصلاح و عذرخواهی کنید. محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، در پرونده‌ای که به دلیل اعتراض به مسموم سازی‌های سریالی دانش آموزان مدارس دخترانه برای او تشکیل شد، با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شد. حبیبی روز دوشنبه اول مرداد با انتشار پستی در حساب ایکس خود با اعلام خبر محکومیتش نوشت: همانطور که در دادگاه گفته است، دفاع از حقوق دانش آموزان یکی از وظایف اصلی هر فعال صنفی معلم است. طبق حکم صادر شده، قاضی پرونده برای انتصاب اتهام تبلیغ علیه نظام به حبیبی، به گزارش ماموران وزارت اطلاعات، مطالب منتشر شده در صفحات او در فضای مجازی و کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی استناد کرده است. اعتراضات معیشتی در ایران روز دوشنبه با تجمع بازنشستگان معترض دست کم در 5 استان و نیز تجمع حواله‌داران شرکت مدیران خودرو و کارکنان بلا تکلیف نهضت سوادآموزی در تهران جریان داشت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، در روز دوشنبه 1 مرداد شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران دست کم در استان‌های گیلان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، کردستان و اصفهان در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان تجمع کردند. بامداد یک شنبه، جمهوری اسلامی در زندان دزل‌آباد کرمانشاه حکم اعدام دانیال کاظمی نژاد را به اتهام کشتن یکی از سرکوبگران مردم اجرا کرد.
دانیال کاظمی نژاد اهل اسلام آباد غرب متهم بود که در یک درگیری یکی از اعضای سپاه به نام سجاد امیری را کشته است. اجرای این حکم اعدام در سکوت رسانه‌ای و حتی بدون اطلاع به خانواده و انجام آخرین ملاقات انجام شده است. دولت سودان اعلام کرد که عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و رهبر بالفعل این کشور سفیر جدید ایران را به حضور پذیرفت و به 8 سال قطع رابطه دو کشور پایان داده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار روز یک شنبه 31 تیر ماه صورت گرفت و سودان هم سفیر خود را به تهران فرستاده است. ایران و سودان مهر ماه سال گذشته توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، زیرا دولت وابسته به ارتش سودان در جنگ خود با شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع به دنبال یافتن متحدانی بوده است. نگران اجمن در این لحظه توجه شما را به پایین پایی بازرگانی جلب میکنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی میتوانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. قوه قضاییه اعلام کرد که کیفرخواست علی اکبر رائفی پور، چهره رسانه‌ای اصولگرا، با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر شده و پرونده او به دادگاه ارسال شد. طبق گزارش خبرگزاری میزان، در مورد مسائلی که درباره مؤسسه مصاف رائفی پور مطرح شده، تحقیقات قضایی آغاز شده و ادامه دارد. مرکز رسانه قوه قضاییه 20 خرداد امسال در گزارشی از تشکیل پرونده‌ای با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه رائفی پور خبر داد.
و نوشت که این پرونده با توجه به گزارش ضابطین به دلیل مطالبی که متهم در فضای مجازی منتشر کرده برای او گشوده شد. پرونده مورد نظر بعد از صحبت‌های رائفی پور در روز 18 خرداد ماه درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش برای او باز شد. این سخنران حکومتی درباره سقوط بالگرد رئیسی گفت: با چندین خلبان در این خصوص صحبت کردم و برای آنها هم این اتفاق عجیب بود. خلبان بالگرد رئیسی بسیار ماهر بود. بالگرد هم فرسوده نبود. به گفته ی رائفی پور از این هلیکوپتر برای جابجایی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده می شده است. سایت مشرق نیوز از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز 29 اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک‌ها، مؤسسه مصاف متعلق به علی اکبر رائفی پور با حساب‌های خود پولشویی انجام می‌داده است. طبق این گزارش 14 میلیارد تومان به حساب امیر حسین رائفی پور برادر علی اکبر رائفی پور واریز شده و صورت‌های مالی خواهر او تراکنش‌های مشکوک داشته است. به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستان اینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران از بدرفتاری‌های گسترده مردم محلی با افغان‌ها در شرق پایتخت خبر داد. هفته گذشته گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با سه مهاجر افغان کشته شده که پیشتر برای جمع‌آوری شارژ ساختمان به آپارتمان برادر او مراجعه کرده بودند. اکنون چند مهاجر افغان از شرق تهران به افغانستان اینترنشنال گفتند که در روزهای اخیر مردم محل در پارک‌ها، خیابان‌ها و ایستگاه‌های متروی آن منطقه به مهاجران افغان حمله می‌کنند. یک مهاجر افغان از شهر شرق تهران خبر داد که او و خانواده‌اش احساس می‌کنند که در محاصره زندگی می‌کنند و جرأت نمی‌کنند برای کار یا خرید از خانه بیرون بروند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره طیفی از جنایاتی شد که در سرکوب و حزب مخالفان سیاسی در دهه 60 شمسی در ایران رخ داده است. و امروز دوشنبه گفت که نباید اجازه داد که حکومت ایران و رهبرانش از جنایت علیه بشریت و نسل کشی فرار کنند. به تاکید کرد که در نقض فاحش حقوق بشر صرف نظر از اینکه چه زمانی انجام شده نباید مصونیت وجود داشته باشد. جاوید رحمان حدود یک ماه پیش هم گفته بود که شواهدی از نسل کشی اقلیت ها و اقوام در دهه 60 خورشیدی وجود دارد، از جمله بهائیان، کردها و زندانیان سیاسی که در سال 1367 اعدام شدند. آبرام پیلی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز دوشنبه همزمان با 10 سالگرد بازگشت جیسون رضاییان و همسرش یگانه رضاییان در ایران بار دیگر به شهروندان آمریکایی هشدار داد که از سفر به ایران خودداری کنند. وی با اشاره به 2 حبس این شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و همسرش گفت که اگرچه رضاییان و دیگر شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران آزاد شده و به عزیزانشان پیوستند، اما جمهوری اسلامی همچنان به رویه بازداشت شهروندان دیگر کشورها به منظور استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار ادامه می‌دهد. این دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که ما همچنان به همکاری با دیگر کشورهای متأثر از این رویه غیر انسانی برای مقابله و پایان دادن به آن ادامه می‌دهیم. او در ادامه یادآور شد که وزارت امور خارجه آمریکا هیچ اولویتی بالاتر از ایمنی و امنیت شهروندان آمریکایی ندارد و در همین راستا بار دیگر از آنها می‌خواهد که به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند. ارتش اسرائیل مرگ 2 دیگر از شهروندان ربوده شده این کشور را که گروگان گروه افراطی حماس در باریکه غزه هستند تایید کرد. یکی از گروگان‌های جانباخته یک مورخ سرشناس اسرائیلی بود. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اول مرداد به خانواده‌های پروفسور الکس دانسیک و یگه بخشتاو خبر داد که آنها در منطقه خان یونس کشته شدند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ارتش بر اساس تحقیقات پیگیرانه خود و اطلاعاتی که در دوره اخیر به دست آورده، نسبت به مرگ این دو گروگان اطمینان یافته، اما هنوز در حال بررسی کشته شدن احتمالی آن دو در نتیجه آتشباری اسرائیلی است. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل دستور تخلیه بخشی از منطقه در نوار غزه را صادر کرد که پیشتر به عنوان منطقه امن تعیین کرده بود. این منطقه شامل بخش شرقی منطقه بشردوستانه مواسی است که در جنوب نوار غزه واقع شده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل روز دوشنبه اول مرداد اعلام کرد که قصد دارد عملیاتی را علیه گروه افراطی حماس آغاز کند که در این منطقه مستقر شدند و از آنجا به سمت اسرائیل موشک پرانی می کنند. حمله پهپادی اوکراین در بامداد روز دوشنبه به پالایشگاه نفت توابسه روسیه واقع در دریای سیاه خساراتی وارد کرد. به گفته وزارت دفاع روسیه، از مجموعه 75 پهپاد تهاجمی اوکراین به مناطق مختلفی در خاک روسیه برخورد بقایای آتش گرفته یک پهپاد سرنگون شده موجب آتش‌سوزی پالایشگاه نفت توابسه شد. روسنفت، یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، اداره این پالایشگاه را بر عهده دارد. مقامات محلی در برنامه پیام‌رسان تلگرام گزارش دادند که آتش‌سوزی مهار شده است. با این حال، میزان خسارات وارده به این پالایشگاه هنوز مشخص نیست. رادگانش من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر، مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر، مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد.
خبرها را دنبال میکنیم. زنانی که برای زنده ماندن در شهر جنگ زده آمدرمان واقع در کشور سودان تلاش میکنند میگویند که در ازای دریافت غذا مجبور به رابطه جنسی با سربازان هستند. به گفته آنها بیشتر درگیری ها نیز در مناطقی در جریان است که بیشترین مواد غذایی شهر موجود است. بنا به گزارش سازمان ملل، جنگ داخلی سودان که بین ژنرال عبدالفتاح برهان فرمانده کل ارتش و ژنرال محمد همدان دغلو فرمانده شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع در جریان است، تا کنون 10,000 کشته و بیش از 10,000,000 آواره بر جای گذاشته و میلیون ها تن را هم به کام گرسنگی شدید کشانده است. علاوه بر شهر آمدرمان، گزارش های متعددی هم از خشونت جنسی سیستماتیک جنگجویان نیروهای پشتیبانی سریع در مناطق خارتوم و دارفور منتشر شده است. سعید راد، بازیگر سرشناس ایرانی، درگذشت. رسانه‌ها در ایران با اعلام این خبر از درگذشت او بعد از تحمل یک دوره بیماری خبر دادن. سعید راد از سال 1350 تا 1357 در حدود 35 فیلم سینمایی بازی کرد. در سال 1360 بعد از انقلاب در سن 37 سالگی با فیلم مرز به کارگردانی جمشید حیدری کنار داوود رشیدی و آهو خردمند به عرصه بازیگری بازگشت. سعید راد در سال 1363 ممنوع کار شد، اما مدتی بعد ایران را ترک کرد و مدتی در هند، کانادا و آمریکا زندگی کرد. در نهایت در سال 1378 زمانی که 55 ساله بود به ایران بازگشت و در سال 1382 در فیلم سینمایی دوئل به کارگردانی احمد رضا درویش ایفای نقش کرد. بینندگان عجمند، پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.